سلام خدمت همه دوستان. الان که کلاد فلر اومده روی سی دی انش در واقع محدودیت ایجاد کرده و نمیتونیم از سی دی ان استفاده کنیم، روش های مستقیم دیگه ای هست که امروز یکی از اونا رو با همدیگه انجام میدیم و یاد میگیریم روی پنل صنایعی و بعدش هم روی پنل مرزبان. البته ویدیو رو تایم بندیش میکنم که هر کسی اون قسمتی که میخواد و ببینه. 0 تا 100ی هم هست، این دسته بندیش یا زمان بندیش کمک میکنه که شما اون قسمت از ویدیو رو که نیاز دارید انجام بدید. روشی که انجام میدیم بهش میگن XHTTP. تجربه خودتون رو از این روش واسه ما زیر این ویدیو بذارید تا بقیه هم استفاده کنن. خب مثل همیشه ما میریم یه دونه سرور میگیریم. من این کار رو انجام میدم چون خیلی انجام دادم و خیلی هاتون بلدید. در واقع توضیح زیادی راجبش نمیدم، فقط روی حالت تون میذارمش که بقیه هم ببینن و اگه کسی نایده بود بتونه ازش استفاده کنه. میتونید این بخشش رو بزنید جلو. خب کار عجیب و خارق العاده ای نکردیم، یه دونه سرور تهیه کردیم، دستور نصب پنل صنایعی رو روش میزنیم، همین آدرس سرور هم میبریم واسهش توی کلاد فررمون، یه دونه رکورد اضافه میکنیم. فقط حتما حواستون باشه این تیک پراکسی خاموش باشه. یه سرتیفیکیت هم واسه این DNSی که مشخص کردیم حتما میگیریم. با زدن دستور خود XUI میتونید به واسطه XUI سرتیفیکیت که میخواهید رو بگیرید. خب تا اینجا همتون بلد بودید. یه دونه پنل داریم که اینجا به ورژن خود ایکس ری توجه کنید که در واقع از این ورژن 24 ممیز 11 سی به بالا این قابلیت وجود داره. توی ورودی ها میریم که همون این باند خودمونه، یه دونه این باند اضافه میکنیم، هر اسمی که دوست داشتید روش میذارید، TLS پورت هم هر پورتی که دوست داشتید میتونید بذارید. اینجا راه اتصال رو روی XHTTP قرار میدیم و میتونید بدون TLS این کار رو انجام بدید، میتونید با TLS این کار رو انجام بدید. یه افزودن میزنیم به همین سادگی، یه دونه پروتکل ویلس XHTTP میسازیم، این بدون TLS شد. بریم تستش کنیم. من ویتری ان روی این ویندوز ندارم، حالا ویتری ان هم نصب میکنم و میتونید مراحل نصب ویتری ان هم ببینید، خالی از لطف نیست. این قسمت هم اگه نیازی نداشتید میتونید بزنید جلو.
اگه از ویتوری ان استفاده کردید حتما 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 این چک آپ دیت رو باید بزنید و چک آپ دیت رو بزنید تا مطمئن بشید آخرین هسته ایکس ری و بقیه موارد یعنی به روزترین حالت ممکنه. اگر این کار نکنید ممکنه براتون کار نکنه. خب کانفیگ خودمون میایم داخل برنامه وارد میکنیم. با یه دونه کنترل تی میتونیم تستش کنیم که آیا کار میکنه یا نه. خب میبینیم که داره کار میکنه. حالا روی پنل مرزبان چجوری این کار رو انجام میدیم؟ اینجا میایم مرزبان رو سرچ میکنیم. خب من میخوام مرزبان نصب کنم. اگر باز نصب مرزبان به کارتون نمیاد میتونید این قسمت رو رد کنید، ولی خب من میذارمش واسه اونایی که نصبش رو بلد نیستن.
خب بعد از کلی سختی که مرزبان نصب کردم، نصبش واقعا یادم رفته بود. همیشه مرزبان پیچیده بوده. خب اینجا میایم توی این بانزش. این بانده که میذارم براتون رو بهش اضافه کنید. اگه خواستید بدونید من از کجا آوردمش که بقیه این باند هم دسترسی داشته باشید، خب یه دونه سرچ کنید توی این باند مرزبان. این جنریتورش که نه، این آدرس خودش اینجا وسطتون این باند رو گذاشته. چیزی که مد نظرمونه اینه که البته اسمش عوض شده، الان شده XHTTP و با TLS BTLS یا هر جور دیگر که خواستید میتونید از اینجا کپی کنید، که من از اینجا کپی کردم، یه سری تغییرات توش دادم که واسهتون توی این فایل میذارمش. فقط یه نکته ای در مورد مرزبان که هستش، بعد حتما ورژنتون آخرین ورژن باشه، حتی اگه نودم دارید نوداتون هم باید آپدیت کنید و ایکس ریشون بیاد بالا. یعنی از ورژن 0.8 به بالا باید باشید. یه بار دیگه وارد میشید که اون تغییراتش اعمال بشه، تغییراتی که توی هسته دادید و اینجا واسهتون اضافه بشه. کجا؟ اینجا توی تنظیمات هاست. این در واقع نیم این باندیه که ما اضافه کردیم. یه دونه یوزر میسازیم، هرچی دوست دارید اسمشو میذارید، افزودن کاربر. خب کانفیگش رو کپی میکنم، البته نه کپی نمی کنیم. اینجا میایم توی هاستش و اینجا به جای آی پی سرور پاک میکنید، دامنتون رو میذارید. خب الان کانفیگش رو کپی میکنیم، میایم توی یوتری انمون میذاریمش. خب این اون شادو ساکسی که پیش فرض بودش که کاری باش نداریم، کنترل تی میزنیم، اینو تستش میکنیم. اینم در واقع ورژن مرزبانش. اینجا خواستید شادو ساکس هم بردارید، توی تنظیمات هاست اینجا میاد پاکش میکنید و برداشته میشه. کلا هدفم از این ویدیو این بود که این روش دایرکت XHTTP رو توضیح بدم، هم روی مرزبان هم روی صنایع. امیدوارم به درد تمام دوستانی که از این دوتا پنل استفاده میکنن خورده باشه. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.